سلام، حال همه ما خوب است. بیشتر از 15 ساله که دیگه این صدای جادویی تو سینما نمی پیچه. روزی که خسرو شکیبایی این جمله رو با صدای بم و لرزون خودش می خوند، باور نمی کرد که بعدها در نبودش تا این حد اون رو زیر لب زمزمه کنه. خسرو شکیبایی یه هنرمند واقعی بود، کسی که به خاطر مهربونیش با مردم و هنرمندا به عمو خسرو ی سینمای ایران مشهور بود. بازیگری که به یاد موندنی ترین شخصیت سینمای ایران رو خلق کرد. صدای یگانه‌ای داشت و جمله ها رو طوری ادا می‌کرد که فکر می‌کردیم مگه میشه کسی بتونه اینطور تمام حس یه جمله رو بیان کنه. بازیگری بی‌بدیل که مخاطباش رو درگیر می‌کرد و در قالب هر نقشی که ظاهر می‌شد از دریچه تکنیک و احساس به اون نگاه می‌کرد. اون با بازی در سریال خانه سبز حجم زیادی از عاطفه و احساس رو تو جامعه گسترش شد و باعث شد چگالی مهربونی تو مردای ایرانی بالا بره. حالا جای خالی اون تو آشفته بازار این روزای سینما درد میکنه. امان از 28 تیری که نه ابر داشت و نه بارون، همه جا داغ بود. داغ آسمان و زمین و داغی که تا همیشه بر دل موند. بابت فقدان هنرمندی که دوربینم به اون تعظیم میکرد و مسحور نقش آفرینیش میشد. سلام، من زهرالملوکم و اینجا کانال شهر فرنگه. لطفا قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید و در ادامه با من همراه باشین. خسرو شکیبایی مادرزاد بازیگر به دنیا اومد. اجرای هنرمندانه در خونش بود. مادرزاد احساساتی بود و در کسری از دقیقه میتونست مخاطبش رو سحر کنه. درست اواسط نوروز سال 23 بود که آرزوی یه زن دلشکسته برآورده میشه و نوزاد سیاه و زشت و البته سالمش تو محله مولوی تهران به دنیا میاد. اسمش تو شناسنامه خسرو بود، ولی خانواده و نزدیکا محمود صداش میکردن. پدرش احمد شکیبایی سرگرد ارتش و خیلی مذهبی و مؤمن بود. مادرش فریده هم هرچی نوزاد به دنیا آورده بود یا سر زام می رفتن و یا در کودکی فوت می کردن. یه بار که پدرش برای مأموریت به تبریز میره، اونجا عاشق زنی زیبا میشه و باهاش ازدواج میکنه. بعدم به همراه همسر جدیدش به تهران میاد و تو طبقه دوم خونه خودشون اتاقی رو بهش میده. فریده هم به خاطر فضای مردسالارانه اون زمان اصلا جرأت نمیکنه شکایتی کنه. تا اینکه هوای جدید باردار میشه و یه پسر به دنیا میاره. فریده یه روز با دلی شکسته به درگاه خدا دعا میکنه و ازش میخواد پسری سیاه، زشت اما سالم خدا بهش بده تا چشمش نزنن و بمونه. دعاش برآورده میشه و خسروی ما به دنیا میاد. تو 9 سالگی با پدرش به تئاتر نحس در لاله‌زار میره و برای اولین بار با این هنر آشنا میشه. اون زمان هم اینطور نبود که تلویزیون تو همه خونه ها باشه. بعضی مغازه های تلویزیون میفروختن، پشت ویترینشون همیشه یه تلویزیون روشن بود و خسرو بعضی وقتا ساعتها خیره به این جعبه جادویی پشت ویترین مغازه میستاد و با رویای بازیگر شدن کودکی رو پشت سر میذاشت. 13 ساله بود که پدرش بر اثر سرطان از دنیا رفت. بعد از فوت پدرش مجبور شد برای گذران زندگی به سراغ کارهایی مثل خیاطی، کانالسازی و تعمیر آسانسور بره. حالا تمام فکر و ذکر این پسر بچه شده بود که چطور کار کنه، پول در بیاره تا بتونه بره تئاتر. علاقه مندیش به تئاتر و هنر بازیگری باعث شد تا پیگیر بشه و به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بره و تو رشته بازیگری فارغ التحصیل بشه. اون فعالیت هنری خودش رو از سال 1342 با بازی تئاتر شروع کرد. تو 19 سالگی برای اولین بار روی صحنه تئاتر رفت و بعد از مدتی به عباس جوانمرد معرفی و به صورت کاملا حرفه‌ای بازیگر تئاتر شد. سال 46 بعد از پایان دوران خدمت سربازی به دنبال کاری برای امرار معاش میگشت که به تئاتر هم نزدیک باشه. به همین خاطر در استدیو صدای شهاب امتحان میده و بعد از قبولی برای دوبلوری استخدام میشه. اون اولین بار در سال 53 در فیلم کوتاه و 16 میلیمتری کتیبه به کارگردانی فریبرز صالح مقابل دوربین میره. سال 61
در حالی که مشغول بازی در نمایش شبیه 21 به کارگردانی و نویسندگی محمود استاد محمد بود، بازیش مورد توجه مسعود کیمیایی قرار گرفت و با بازی در نقش جمال فیلم خط قرمز در همون سال وارد سینما شد. فیلمی که هرچند اون زمان توقیف شد و دیده نشد، اما تو کارنامه خسرو شکیبایی یک نقطه عطف بود. اون تا سال 68 در فیلم هایی مثل دوزو نویسنده، ترن و رابطه نقش آفرینی های قابل توجهی از خودش نشون داد. با عبور از خط قرمز به سینمای ایران اضافه شد و تا روزی که حمیده هامون بشه در تئاتر روزگار گذرد. بعد از بازی در فیلم هامون داریوش مهجویی بود که اسم خسرو شکیبایی سر زبون ها افتاد. اثری که به اندازه ی همه ی روزای بعد از خودش برای سینمای ایران موند و دلا رو لرزوند. انسان از اون چیزی که بسیار دوست می‌دارد خود را جدا می‌سازد. در اوج خواستن نمی‌خواهد. در اوج تمنا نمی‌خواهد. به گفته خیلی ها معلوم نیست حمیده هامون همون خسرو شکیباییه یا خسرو شکیبایی همون هامونه. داریوش مهرجویی درباره همکاریش تو این فیلم با خسرو شکیبایی گفته: خسرو خصوصیاتی داشت که من کمتر در آدم‌های دیگه دیدم. عاشق کارش بود و به نقش دل می‌داد. حساسیت قوی و غنی داشت که اون رو به عنوان یه بازیگر ایدئال می‌کرد. از همون بازیگرای زیرپوستی که هر کارگردانی آرزوشو داره. خسرو یه آدم حرفه‌ای درجه یک بود. مهمتر از همه این که اون به عنوان یه هنرپیشه اصلاً حسود نبود و این حس در این آدم مطلقاً وجود نداشت. حاضر بود با جان و دل برای کسی که روبروش بازی میکنه ساعتها وقت بذاره. بالا بره پایین بیاد تا طرف بتونه کارشو انجام بده. یادم سر هامون برای بیتا فرحی که تازه وارد این حرفه شده بود ساعتها وقت میذاشت تا کارشو خوب انجام بده و رمز قضایا رو براش باز کنه. هامون نه تنها به بهترین فیلم کارنامه شکیبایی تبدیل شد و سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره رو براش برمغان آورد، بلکه چندین نسل رو شیفته خودش کرد. بعد از اون با سارا، پری، بانو تو سینمای ایران زندگی کرد و بعد هم تو خواهران غریب از مادر و غربت و دوری خوند و نواخت. مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. شکیبایی جهان کاغذ بیخط و رقم زد و اتوبوس شب و سالاد فصل ستاره ی حضور اون در سینما رو پرفروختر کرد. اون در تلویزیون هم موفق بود و تو سریالایی مثل مدرس، روزی روزگاری، خانه سبز، تفنگ سرپر هم نقش آفرینی کرد. خسرو شکیبایی هنرمند واقعی بود. شعر میگفت و با خودکار بدون خط خوردگی نقاشی میکشید. خیلی از شعرهایی هم که این روزا ورد زبون ماست با صدای دلنشین اون تو ذهن هممون نقش بسته و شنیده شده. اون صدای شعر بود و شاعران زندگی میکرد. خسرو دوبار ازدواج کرد. اولین ازدواجش سال 48 با تانیا جوهری، بازیگر نامآشنای سینما و تلویزیون بود و از این ازدواج صاحب یه فرزند دختر به اسم پوپک شد. اما این ازدواج بعد از گذشت سالها به جدایی ختم شد. خسرو شکیبایی بعد از اون در سال 60 با پروین کوشیار که اونم از بازیگرای عرصه تئاتر بود ازدواج کرد و بعد از یه سال صاحب پسری به اسم پوریا شد که در حال حاضر اونم در عرصه بازیگری فعالیت میکنه. در نهایت ساعت 4 صبح جمعه 28 تیر ماه سال 87 خسرو شکیبایی در بیمارستان پارسیان تهران بر اثر بیماری سرطان کبد و دیابت درگذشت. اون مدت ها بود که از این بیماری رنج میبرد و سرانجام در 64 سالگی خودش جان به جان آفرین تسلیم کرد و تو قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. اما خسرو شکیبایی زنده تر از هر زمان دیگه ای و نامش همیشه بر سر زبان ها بوده. دوستداران اون نه از روی بزرگی و پت و بحت مودن شانه هاش که از روی بزرگمنشی و احترام عمو خسرو صداش می زدن. نه به اندازه سیل مردمی که در روز رفتنش به سمت تالار وحدت و پهنه رودکی روانه شدن، بلکه به اندازه مخاطبان سینمای اون روزها و نسلای بعد از خودش خاطرخواه و شیفته داشت و تو سینما به معنای واقعی کلمه نقش آفرید.
مرسی که با این داستانم همراه من بودین. لطفاً برای حمایت از من این پست رو لایک کنید، نظرتون رو کامنت کنین و اگر تا به حال عضو کانال شهر فرهنگ نشدین با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش عضو کانال ما بشین و از پست‌های بعدی من باخبر.